محاکمه تنها بازمانده یک گروه نئونازی روز دوشنبه در مونیخ آغاز می شود. بیات چپه به همدستی در قتل، دخالت در بمبگذاری و 15 فقره سرقت بانکی متهم است. در این دادگاه که با حضور بسیاری از خبرنگاران بین‌المللی انجام خواهد شد، به اتهامات اعضای گروه خودجوش راستگرایی که نام ملی زیرزمینی سوسیالیست را به خود داده بودند پرداخته می شود. بیات چپه این گروه را به همراه دو مرد دیگر تأسیس کرد. در سال 2011 میلادی دو دوست بیاتچپه خودکشی کردند. یکی از وکلای خانواده قربانیان میگوید آنچه واقعا باعث رسوایی در این محاکمه است این است که تروریست‌های راستگرا طی یک دهه 10 فقره قتل مرتکب شدند بدون اینکه سرویس‌های اطلاعاتی که در گروه‌های راستگرای افراطی مأمور و جاسوس داشتند هیچ گونه کمکی برای بررسی و حل این جنایات بکنند. اعضای گروه به قتل 8 تبعه ترک، یک یونانی و همچنین یک پلیس زن آلمانی در فاصله سالهای 2000 تا 2007 متهم هستند. اکثر قربانیان مهاجر و برای کار به آلمان آمده بودند. 4 نفر دیگر نیز که متهم به حمایت از این گروه نئونازی هستند، در این پرونده محاکمه می‌شوند.